سورپرایزی در کار نیست. اشکال نداره، این ما هم توقع معجزه نداشتیم، نه؟ یعنی میگی این ما خبری از حقوق نیست؟ دیگه نه در اون حد نمردیم که، بالاخره یه چیزی میاد تو جیبم. فکر کنم لازم نیست به درآمد فکر کنیم، همین که ضرر رو جبران کنیم کافیه، قرار نیست به کسی حقوق بدیم. اون یکی شریکمونم بیاد در مورد مسائل مالی صحبت میکنیم، باید به خاطر استفاده از اسم شرکت خسارتمونم پرداخت کنیم. بابا الان تو فکر این چیزا نیست، اون موقع مریض بود. شاید بابا تو همچین فکری نباشه، اما من هستم. ما هممون باید تو این فکر باشیم، به نظر من البته. کاش وقتی بابا رو دیدم بهش میگفتم خسارتو میدیم. مگه بابا رو دیدی؟ از خونه که میومدم بیرون تو لابی دیدمش. داشت میومد خونه ما؟ خونه ما نه، میخواد برای سلین و شوهرش تو ساختمون ما خونه بگیره. چه جالب. بابا رو ببین تو رو خدا. آره چه بابایی، سه تا بچه‌اش توی ساختمون. خیلی خوب، بهتره برگردیم سر مسائل مالی. خزان کلید خونه رو بده من. فلش طراحی کاتالوگا رو تو خونه جا گذاشتی، من برم بیارمشون شرکت. حالا چه کاریه سینا، نمیخواد تو اونجا بری؟ خزان فلش طراحی هاست مهمه. مگه یه کپی ازش نداری؟ برای چی بری تو خونه؟ آی یدکش هم یادم رفته بیارم. خیلی خوب سری برو بردار بیار. یه لحظه، مگه خاله کریمت خونه نیست؟ اون تازه از بیمارستان مرخص شده، درست نیست تو زحمت بندازیمش. زود برمیگرد. لحظه رویارویی بابا جون. کاظم خان بالا؟ نه آقا سینان، هنوز اینجا. معطلی؟ همین الان نفسم رو قطع کن، زود باش، چون یه مادر جلوت وایساده، یه مادری که تا نفس آخرش به خاطر پسرش میجنگه. اگه اون دستای کثیف تو از روی بچه هم بر نداری، این بار واقعا میکشمت. بچه هات؟ اون بچه بچه تو نیست کاظم خان، بچه منه. من اون بچه؟ تو گفتی اون بچه؟ معلومه داری چی کار میکنی؟ به به، چشمم روشن. خوش اومدی بابا. سیدان سلام بزنم. خوشحال شدم دیدم حالتون خوبه کریم خانم. فضیلت خانمم خیلی نگرانتون بودم، بهشون میگم که حالتون خوبه. با اجازه. فضیلت خانم بی خودی شما رو انداخته تو زحمت، خودش هر وقت بخواد میتونه بیاد خونه دخترش منو ببینه کاظم خان. بی خودی خودتون رو خسته کردی. فقط نیومده بودم شما رو ببینم کریم خانم، کار دیگه هم داشتم. با اجازتون. به خاطر سلین اومدی نه بابا؟ آره به خاطر سلین اومدم. اون وقت سلین خودش خبر داره اومدی اینجا براش خونه ببینی بابا؟ نه خبر نداره، هنوز تصمیمم 100% نیست. اتفاقا منم همین حدس رو زده بودم. چیزی میخوای بگی بابا؟ نه پسرم من میرم. من راهیتو میکنم. شا
شما زحمت نکشین کریم خانم، من بابامو راهی میکنم. ای کاظم خان، بازم تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. بله کاظم خان، چی فکر کردی؟ پسرم از من در برابر تو دفاع میکنه. پسرم، تو با من مشکلی داری؟ برای چی پرسیدی بابا؟ داشته باشم؟ یا اینکه باید داشته باشم؟ این چه جوابیه سینان؟ میشه بگی تو چت شده؟ سوال کردی؟ منم از خودت پرسیدم بابا. تو یه مشکلی داری پسرم. آسانسورت اومد. مسلمن میرم. اونقدری رو پسرم شناخت دارم که بدونم الان وقت بحث نیست. چرا که نه؟ معلومه میشناسی. تو همه ی پسراتو خیلی خوب میشناسی بابا. حالا صبر کن ببین، بازی تازه شروع شده. نمیشه، امکان نداره همه چیو بدونه. با تمام این احتمالات و تراش ها، نه نه، بازم نمیشه. اون زن، اون شیطان، با این همه جسارت نمیشه. اجازه نمیدم این جسارت رو داشته باشه. اون به سینان گفته. سینان، پسرم، سینان ساکت نمیمونه، ساکت نمیمونه، از اون زن دور نمیمونه، امکان نداره. تمام اینها فقط یه نقشه بود. توی همه عمرم با ترس زندگی کردم، با ترس و تهدید. نه نمیدونه، پسرم هیچی نمیدونه. امکان نداره بدونه، امکان نداره بدونه. خب بیا ببینم کجا بودیم مامان جون؟ از بابام بگو، از کاظم اگه من برام بگو. نگران شدم سینان، باباتون چه بود یا نه؟ نیل مسیج زده، میگه یه کار فوری برام پیش اومده، نمیتونم بیام. یه خبر از سینان بگیر ببین فلشو پیدا کرده، میاد بالاخره یا نه. احتمالا تو ترافیکه. احتمالا. خزر یابوز، اول تو. نه اول تو بگو. اینا به نظر میاد که نیان، ما بی خود اینجا نشستیم. آره، بعدش هم میگی برای چی پیشرفت نمی کنیم، جفتشون تنبلن، ترافیک هم که هست. خب آره، ترافیک همیشه هست. من میگم منم برم یکم درگیر ترافیک بشم. نه هر تو راحتی یابوس، برو، من هستم، نگران اینجا نباش. پس فعلا خدافظ. خدافظ. های جواب بده دیگه. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد، لطفا پس از شنیدن صدای بوق. حتما یه اتفاقی افتاده.
پسرم. 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 پسرم من. من اصلا دلم نمیخواست این چیزا رو بهت بگم عزیزم، اصلا. پسرم عزیزم یه چیزی بگو قربونت برم، التماست میکنم یه چیزی بگو، تو رو خدا پسرم. کاش لال میشدم و نمیگفتم، ای کاش پسرم عزیزم. پسرم عزیز دلم، پسرم نمیتونم لذت کنم، پسرم نمیتونم، تو رو خدا پسرم. سینا سینا تو چه شده؟ سینا حالت خوبه؟ چی شده؟ بیا بریم خونه حرف بزن. کجا میری سینا؟ سینا چه شده سینا؟ یه چیزی بگو. هیچیم نیست، هیچیم نیست. کریمه خانم یه لحظه صبر کنی. کریمه خانم من شما رو دیدم، در رو باز کنید، باید صحبت کنیم. شما میدونین سینان چه شده بود. در رو باز کنین کریمه خانم، در رو باز کنین. یه کاری نکنین صدامو ببرم بالا، من همینجا میمونم تا وقتی در باز نکنین جایی نمیرم دیگه. واقعا دارین صبرمو لبریز میکنین کریم خانم. یاووز چی شده؟ یاووز زود باش بیا در باز کن. میگم چی شده؟ خب بگو دیگه. باز کن خزان، کار دارم. باشه، پس تا من در باز میکنم بگو چی شده. خب باشه، تو درو باز کن. الان کریمه خانم میگه چی شده. خب کریمه خانم
با برادرم چی کار کردین؟ کازم اگه من فقط تو را ازم بابات را ازم گرفت، جون بابات را گرفت. قاتل، 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 قاتل. دیوونه نکن، حقیقتو بهش گفتم. یعنی چی؟ هرچی بهش گفتی باید به منم بگی. زود باش، همین الان. من مجبور نیستم چیزی به تو بگم خزان خانم، اصلا بهت اعتماد ندارم. نه بابا، ببین کی داره از اعتماد حرف میزنه. ما رو کشتی، اینقدر پسرم پسرم کردی، اما متوجه نیستی چه آسیبی بهشون زدی. بازم میگه بهشون. من کاری به اون یکی ندارم خانم، فقط به خاطر پسر خودم دارم میجنگم، پسر خودم. پس که میجنگی تو اینجوری مادری میکنی؟ منو ببین، شاید یاووز باشه. حواست باشه یه کاری نکنی بیشتر شک کنه، فهمیدی؟ سینان. سلام مامان جان. پسرم، پسر عزیزم، قربونت برم. خیلی خوام. سینان داداشت زنی. جواب نده، جواب نده، صبر کن. وایسا. چی کار میکنی تو؟ پسرم، باشه خبر بده، حتما خبر بده. ممنون. به خزان زنگ زدم جواب نداد. به اون باری که همیشه میره زنگ زدم اونجا نرفت. منم به دوستاش زنگ زدم، قراره خبر بدن. تو برو ویلا، منم میرم ببینم رفته خونه یا نه. باشه. سینا لباستو بپوش، باید بریم. کجا بریم پسرم؟ ها؟ اینم بگیر، را بیافت. یه لحظه صبر کنین، صبر کن. سینان تو اصلا خوب به نظر نمیای. این زنه هیچی به هم نگفت. بیا بشینیم حرف بزنیم، تعریف کن ببینم چی شده. خواهش میکنم. من خوب به نظر نمیام؟ باور کن تا حالا اینقدر خوب نبودم خزان، را بیافت. نه، نمیخوای یه چیزی بگی؟ مگه نمیبینی تو چه حالیه؟ پسرم هر چی بگه من همون کارو میکنم. سینان امشب اون کاری که باید بشه میشه خزان. چی میگی تو؟ یعنی چی؟ سارا، آقا سینان اومده اینجا. بله آقا یابوس، چند لحظه پیش رفتم بالا. پسرم، پسرم یه لحظه بایسا ببینم تو مطمئنی؟ پسرم، پسرم. اون ستان فهمیدن کریم مشکوکه، اما دختر من به جای خودش به فکر آقا سینان و آقا یاووز کار و زندگیشم دل کرد و قصه این دوتا رو داره میخوره. آخه به تو چه دختر، به تو چه؟ خدا به تو چه؟ اما نمیذارم دخترم نابود شه. برو زود باش، برو. سلام. حالت خوبه؟ خیلی نگرانت بودم. برادرت هم نگران بود. بابات ببین، هر چی قرار بود بشه شد. دلم نمیخواد در موردش حرف بزنم. اگه به هم بگی چه اتفاقی افتاد، شاید برات بهتر باشه، سبک بشی. باشه، نگو چی شد و چه اتفاقی افتاد، فقط بگو چه حسی داری. باشه، نمیخواد حرفی بزنی، هر وقت دوست داشتی تعریف کن، من همیشه اینجا.
گفتی میخوای یه چیزایی به هم بگی. سینان، من یه کار خیلی بدی انجام دادم. مامانم دیشب اومده بود خونه، چیزی نمونده بود از ترس کریمه همه چیزو به یاووس بگه. چی داری میگی خزان؟ اومد جلوی یاووس بهش گفت یه چیزایی هست که باید بهت بگم، اما نگران نباش، من حلش کردم. یکم سخت و غیرعادی شد، اما منظور چیه؟ چیزه، بعد از اینکه نذاشتم مامانم حرف بزنه، مجبور بودم یه دروغی درست کنم و به یاووس بگم. منم یه دروغ مسخره به یاووس گفتم. میشه واضح حرف بزنی ببینم قضیه چیه؟ بهش گفتم مامانم فکر میکنه یه چیزایی بین من و یاووس هست. سینان، خیلی خجالت میکشم، تو اونجا نبودی سینان. معلوم بود مامانم میخواد یه چیز مهم بهش بگه. خب منم نمیخواستم با یه دروغ کوچیک یاووس رو گول بزنم. اصلا باورش نمیشد، میفهمی؟ باورش نمیشد. باید یه دروغ بزرگ بهش میگفتم. واقعا بزرگترین دروغ زندگی تو گفتی، آفرین. خیلی خوب، دیگه بیشتر از این خجالت زدم نکن. باید درکم کنی سینان. مگه یاووس ما رو به هم نرسون خزان؟ اون باعث شد ما با هم دیگه آشتی کنیم. اون وقت تو از یاووس مایه گذاشتی، نابودش کردی که دهن مادرتو ببندی. نه فقط اونو، من خودم هم نابود کردم سینان. به خودم هم همون ضربه ای رو زدم که به اون زدم. خیلی بد شد، اونم درست وقتی عاشق شده. چی شده؟ داداشم عاشق شده. من نفهمیدم چی شده، چی کار کرده؟ عاشق شده خزان، داداشم عاشق شده. که اینطور، پس آقای یخچال عاشق شده. اونم چه عشق بزرگی، اونقدر بزرگ که بره سر خاک به مادرش بگه. یکم به نظرم شاعرانه اومد، یه جورایی ادبی، مثل مستر دارسی. مستر دارسی دیگه کیه؟ عشق و غرور، یه رمانه. یعنی منظورم اینه که باید عشق بزرگی باشه. خیلی خوبه، خوشحال شدم. خب خیالم راحت شد. خیال تو چرا راحت شد؟ یعنی نباید راحت می شد سینا. بذار بعد از کار احمقانهی که دیشب کردم یکم خیالم راحت بشه. از اینکه باعث شرمندگی و خجالت شدم خیلی ناراحت بودم. اگه دوست دختر داشته باشه حرفای من از یاد میره، دستشو میگیره میاره توی جمع، همه چی تموم میشه. من نگفتم دوست دختر داره، گفتم عاشق شده. یعنی یه طرفه است؟ میتونه یه طرفه باشه، میتونه پنهانی باشه، شاید بدون اینکه چیزی شروع بشه تموم شده. اینا رو نمیدونم، ولی یه چیزی رو میدونم، واقعا داره از این عشق میسوزه. کسی که عشقو باور نداره داره از عشق میسوزه. تو از کجا میدونی عشقو باور نداره؟ حرف زده بودیم در مورد زندگی، در مورد عشق، در مورد حقیقت‌ها، در مورد رویاها. کنجکاو شدم ببینم کدوم دختر است که باعث شده آقای یخچال بتونه عشقو باور کنه. منم کنجکاو شدم، اما داداشمو خوب میشناسم. تا وقتی خودش سر حرفو باز نکنه نمیپرسی نه؟ تفلکی، معلومه که سختی عشقش هم باید تنهایی تحمل کنه. بگذاریم بریم سر کارمون. فقط ازت خواهش میکنم اصلا به روی یاووس نیار. سلام کریمه خانم، فکرشو نمی کردم زنگ بزن. چیزه، باید فوری باهاتون حرف بزنم، خیلی مهمه. جدا؟ فکر نمی کنم لازم باشه بپرسم در مورد چی.
یه لحظه گوشی رو نگه دارین. ادامه بدین، گوش میکنم. مثل این که یاووس هنوز نیومده. شایدم رفته پیش دوست دختر پنهونیش. تو بیشتر از خود یاووس از عاشق شدنش خوشحال شدی. اون انقدر خوشحال به نظر نمیومد. امیدوارم خوشحال باشه. خب خوبه که از تنهایی در بیاد، واقعا امیدوارم. بی خیال بابا، تنهایی کدومه؟ شما چقدر ساده این که فکر میکنین یاووس همیشه تنهاست. من داداشمو میشناسم، اون تو برف را میره اما رد به جا نمیذاره. منظورت چیه سینان؟ یعنی آدم عاقلیه، اگرم با کسی باشه نمایش اجرا نمیکنه، یعنی نمیذاره کسی بفهمه. عاقل دیگه. اینو قبلنم گفتین کریم خانم. بله متوجه شدیم، خزان مناسب سینان نیست. شما همش دارین حرفای تکراری میزنین. یه حرف تازه بزنین. واضح حرف بزنین. حرفای تازه هم دارم اما باید بتونم بهتون اعتماد کنم. اگه توجه کنین متوجه میشین که اول من باید به شما اعتماد کنم. برادرش داره میاد، نمیتونم حرف بزنم. برادرش بره به درک. ببخشید چیزه میخواستم بگم، اگه واقعا سینانو میخوای حواست به اون دختره یه بیچشم رو باشه. اگه به هم بقبولونی که سینانو میخوای، منم بهت کمک میکنم. تو کی باشی که بخوای به من کمک کنی؟ اما به نظر من این دختر پنهانی هر کی که هست از این دختره معمولی و ساده نیست. یاووزم اونقدر که فکر میکنی تنها نیست. بهتره جلو این حرف نزنیم سینان. خب بگیم ببینم چه خبره. بالاخره تونستین آدرسمونو پیدا کنین؟ حالا که آدرسو پیدا کردیم برم یکم کار کنم. چند روز دوره هم جمع نشدیم. یاووز یک کم پیش داشت ماشینش رو پارک میکرد اما یهو گذاشت رفت. یعنی چی؟ شاید اشتباه گرفت. از 10 متری اشتباه میگیرم سینان. شاید یه کار دیگه براش پیش اومده. شاید. نیل، راستی در مورد لیشا خیلیت راحت باشه سینان، هیچ وقت نمیفهمه پیش من بوده.